بازداشت رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای در آمریکا به این نگرانی دامن زده که ماجرای رسوایی مالی وزیران و رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و حتی نزدیکان رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه یک بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد. رضا زراب در سال 2013 میلادی هم به پرداخت رشوه به وزیران ارشد کابینه رجب طیب اردوغان از حزب حاکم به منظور دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متهم شد. آقای زراب که به همراه همسر و دخترش برای تعطیلات به ایالات متحده سفر کرده بود، روز شنبه در ایالت فلوریدا در شهر میامی بازداشت شد. دادستانان فدرال آمریکا دوشنبه شب به اتهام فساد، پولشویی و نقض تحریم‌ها به طور رسمی علیه او اعلام جرم کردند. ارتباط با دستگیری رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای در آمریکا گفتگو می‌کنیم با حمید مافی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما هستن. آقای مافی، ضمن وقت بخیر به شما. با توجه به اینکه آقای اردوغان پیشتر حتی به طور رسانه‌ای هم از آقای زراب حمایت کرده بود، آیا بازداشت آقای زراب می‌تونه باعث تقویت جناح‌های مخالف آقای اردوغان در ضربه زدن به چهره دولت بشه؟ صدای آقای مافی رو نداریم ما متأسفانه. الان داری صدای من رو؟ بله بفرمید. من بعید میدونم که چنین اتفاقاتی حداقل برای خود اردوغان چندان اهمیتی داشته باشه در شرط فعلی. چه پیش از این ما دیدیم که در آستانه انتخابات با تمام افشاگری هایی که علیه دولت اردوغان و فساد مالیش صورت گرفت و حتی نقش پررنگ پسر آقای اردوغان در این ماجراها، نهایتاً کاری که اردوغان کرد این بود که سیستم امنیتی و پلیسی خودش رو تصفیه کرد از نیروهایی که احساس می‌کرد به نوعی با دولت همسو نیستن یا به دنبال افشاء بخشی از در واقع پرونده فساد دولت هستن، و همینطور رفتاری رو که در چند وقت اخیر با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و تلویزیون‌هایی که مخالف خودش بوده پیشه کرده. نمونه آخرش در واقع روزنامه توده زمان هست که خیلی راحت به همون حلقه نزدیک بود که شروع کردن به افشاگری علیه فسادهای اقتصادی، به ویژه فسادهای اقتصادی اردوغان و نزدیکانش. منتها اونجا که از دولت اردوغان برمی آمد، به جای واکنش منطقی یا شاید به نوعی تلاش برای مقابله با این فساده، این بود که نهایتاً روزنامه رو تسخیر کرد و روزنامه‌نگاران رو بازداشت. ممنون. و به نوعی اون ابزار رو از دستشون خالی تشکر میکنم. حمید مافی، روزنامه‌نگار از برلین، متشکرم.